اهداف امیرالمومنین اهداف انبیاست، اهداف خود پیامبر خداست، همون اهدافی هست که قرآن کریم برای فرستادن انبیا بیان فرموده و عملا مولا علی علیه السلام در صدد تطبیق این اهداف بودند. قرآن کریم میفرماید ما انبیا رو فرستادیم لیزکیهم، برای اینکه علم و دانش رو و قبل از اون روح افراد رو پاک کنند، تزکیه کنند، روح و روان افراد رو از آلودگی ها پاک کنند. اگر حکومت در نگاه امیرالمؤمنین ارزشی داشته باشه فقط برای همین جهت هست، برای خدمت به بندگان خدا و اینکه اونها رو تو مسیر تزکیه قرار بدن. لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این نه فقط هدف امیرالمؤمنین که هدف همه انبیا، همه مصلحین، همه فرستادگان الهی بوده. یعلمهم الکتاب و الحکمه، رشد عقلانی، رشد معرفت، رشد علم و دانش و زمینه سازی برای رشد، رشد همه جانبه. لیقوم الناس بالقسط، قرآن میفرماید ما انبیامون رو فرستادیم تا اینکه عدل و داد در جامعه برقرار بشه و حق به حقدار برسه. خود حضرت فرمودن اصلا من هیچ رغبتی به حکومت شما ندارم مگر اینکه به هر حال حقی رو اقامه کنم، باطلی رو از بین ببرم. حضرت فرمودن در حکومت من انسان ضعیف و مظلوم قوی است تا اینکه حق خودش رو از ظالم بگیره و ظالم حقیر و ذلیل است تا اینکه در برابر میزان عدل پاسخگوی ظلم و جنایت خودش باشه. امیرالمومنین علیه السلام به شدت در صدد گسترش و بسط همه جانبه عدالت در تمام ابعاد جامعه بودند و برخورد با ظلم و ظلم ستیزی اون هم به صورت گسترده و در تمام ابعاد، به گونه ای که واقعا در دوران حضرت با وجود اون مشکلاتی که برای حضرت به وجود آوردن، ناکسین، قاسطین، مارقین و لحظه آرام نگذاشتن امیرالمؤمنین رو، به جای اینکه امیرالمؤمنین مصیبت های مولا علی اینه، به جای اینکه فرصتی پیدا کنن، فراغتی پیدا بکنن و معارف نبوی رو برای مردم بیان کنن، مولا رو گرفتار کردن با جنگ ها و با مصیبت های مختلف و مدت های مدیدی طول کشید، مثلا صفین ماه ها طول کشید بله. و مقدمات این جنگ ها خوارج از یک طرف و اینها اجازه ندادن. اما میگم مصیبت اینه که به جای اینکه ما الان این حجم نهج البلاغه، اگر این دشمنی ها و جنایت ها با مولا علی نبود، اگر شهادت زود هنگام مولای متقیان علیه السلام نبود، چه بسا حجم این کتابی که امروز به دست ما رسیده و سید رضی رضوان الله تعالی علیه این کتاب ارزشمند رو که واقعا در حد خودش بی‌نظیر است، کتاب نهج البلاغه، چه بسا 100 جلد می بود.